ایوان مارکز مذاکره کننده ارشد چریک های فارک کولومبیا روز یکشنبه در هاوانا اعلام کرد که سازمان مطبوعش به آتش بس یک جانبه با دولت خاتمه می دهد. آقای مارکز نپیوستن دولت بوگوتا به این آتش بس را دلیل اتمام دوره آن دانست. چریک های چپگرای فارک به منظور تسهیل روند گفتگوها با دولت از دو ماه پیش به صورت یک جانبه اعلام ترک مخاصمه کردند. ارتش انقلابی کولومبیا موسوم به فارک در سال 1964 با قصد حمایت از دهقانان فقیر در مقابل زمینداران بزرگ و کمپانی های خارجی تشکیل شد. در جریان درگیری های پنج دهه گذشته میان فارک، دولت کولومبیا و گروه های مسلح راستگرا ده ها هزار نفر جان باختند.